اینجا رادیوی ایراواست. آوای ما را از ایستگاه CHUO موج FM ردیف 89.1 و از سایت اینترنتی CHUO.FM میشنوید. ایراواز انگلیش ادیشن will begin at 3:45 today and every Sunday on this station. ای ایران، ای مرز پرگل، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ایمانان، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشم، ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد پاک ایران ما. شنوندگان گرامی، با درود بر شما، نرگس هستم و برنامه این هفته رادیوی ایراوا 30 مهر 1391 برابر با 21 اکتبر 2012 رو با چند رویداد تاریخی آغاز می‌کنیم. در روز 30 مهر 1372 مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال معرفی شد. وی فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف میباشد. یکی از خواهران او به دست ماموران شاه کشته شد و دیگری در درگیری با سپاه پاسداران دستگیر و در زندان در حالی که باردار بود اعدام گردید. خانم رجوی دیدگاه‌های خود برای ایران آزاد فردا را در 14 ماده ترسیم و علنی نموده است. وی سال‌هاست که در راستای متوقف کردن سیاست مماشات غرب با رژیم ایران کوشاست و راه حل واقعی برای ایران را راه حل سوم، یعنی نه جنگ و نه مماشات، بلکه تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنها می‌داند. وی که مخالف حجاب اجباری و چند همسری می‌باشد، معتقد به نقش فعال زنان در جامعه در تمامی زمینه هاست. مریم رجوی با شعار مشهور خود، یعنی میتوان و باید، به سمبولی برای سرنگونی رژیم آخوندها تبدیل شده است. در روز 4 آبان سال 1318 یحیی دولت‌آبادی یکی از پیشقدمان آزادی در دوران مشروطیت درگذشت. یحیی دولت‌آبادی متولد 1241 در اصفهان، در کنار فعالیت‌های سیاسی به فعالیت‌های ادبی، سرودن شعر، ترجمه داستان‌ها و اشعار و تحریر کتب درسی نیز می‌پرداخت. یکی از آثار موفق او رمانی است به نام شهناز که دولت‌آبادی در سال 1295 آن را نوشت. از دیگر آثار او می‌توان کتاب علی برای کودکان و حیات یا درباره تاریخ معاصر را نام برد. همچنین برخی از اشعار او در دفتری به نام اردیبهشت‌نامه به جای مانده است. دولت آبادی در روز جمعه 4 آبان 1318 در تهران بر اثر سکته قلبی درگذشت. 7 آبان مصادف است با سالگرد جنبش تنباکو علیه قرارداد رژی در سال 1271. ناصرالدین شاه در رجب 1307 هجری قمری مصادف با مارس 1890 میلادی قراردادی با تالبوت که با کمک دولت و عده‌ای از سرمایه‌داران انگلیسی کمپانی رژی را با سرمایه 650 هزار لیره‌ای تأسیس کرده بود، منعقد نمود. این امتیاز که به امضای شاه و سر هنری ولف رسید، دارای 15 فصل بود که حکایت از اختیارات تام تالبوت در امور دخانیات ایران و بی‌اعتنایی به منافع ملت ایران داشت. مطابق با این قرارداد شرکت رژیم متعهد می‌گردید که در ازای انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران به مدت 50 سال سالانه مبلغ 15000 پوند استرلینگ به همراه 1/4 سود خالص خود را به شاه بپردازد. به موجب این امتیاز کمپانی رژی صاحب حق انحصاری تجارت تنباکوی ایران و حتی نظارت بر زراعت آن شناخته می‌شد و در متن آن آمده بود اجازه نامه‌ای برای فروش و معامله و غیره توتون و تنباکو و سیگار حق خالص صاحبان این امتیاز است و احدی جز صاحبان این امتیازنامه حق صدور اجازه نامجات مزبور را ندارد. در سال 1270 شمسی به دنبال اعتراضات و درگیری‌های مردم علیه قرارداد رژی، ناصرالدین شاه مجبور به لغو این امتیاز گردید و بدین ترتیب اولین حرکت سراسری مردم ایران علیه حاکمیت استبداد و این قرارداد استعماری به ثمر رسید. جنبش تنباکو به عنوان اولین حرکت گسترده بر علیه استبداد و استعمار که توانست به طور
طور چشمگیری زنان مبارز ایرانی را هم به میدان بکشاند و انقلاب مشروطه را زمین سازی کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اعتراض اجتماعی علیه شاه و قراردادهای ضد ایرانی او آنقدر قوی بود که حتی در خود دربار هم زنان قلیان‌ها را شکستند. زنان همچنین با آتش زدن تنباکو و شکستن چپق و قلیان این تحریم‌ها را به پیروزی رساندند. میهمان این هفته رادیو ایراوا دکتر سینا دشتی می باشد و در رابطه با نقشه های شوم مارتین کوبلر در مورد ساکنین اشرف که گوشه ای از این نقشه ها چند پیش توسط آقای طاهر بومدرا مشاور ویژه یونامی درباره اشرف به طور گسترده افشا شد گفتگو خواهیم داشت که پس از بخش خبر در خدمت ایشان خواهم بود. اینک نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. هیئت 5 نفره پارلمان آلمان در قالب گروه دوستی و پارلمانی آلمان و ایران برای دیدار با مسئولان سیاسی و پارلمانی رژیم ایران به تهران می رود. به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر 29 مهر ریاست این هیئت پارلمانی را بیژن جیرسرایی عضو ایرانی تبار پارلمان آلمان بر عهده دارد. خانم کریستین مولر از حزب سبزهای پارلمان آلمان و از مدافعان آخوندهای حاکم بر ایران نیز در این هیئت حضور دارد. وی قبلا معاون وزیر خارجه آلمان بوده است. توماس فابیس از حزب دموکرات مسیحی، آنجلا گراف از حزب سوسیال دموکرات و دبیر هیئت پارلمانی از دیگر اعضای این گروه هستند. به نقل از رسانه حکومتی مهر، این هیئت علاوه بر دیدار با همتایان ایرانی خود با رئیس مجلس رژیم، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس، رئیس کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه رژیم و رئیس اتاق بازرگانی ملاقات خواهند داشت. این هیئت همچنین از یکی از شرکت‌های خودروسازی داخلی نیز بازدید خواهد کرد. از سوی دیگر شورای ملی مقاومت در اطلاعیه 28 مهر ماه برابر با 19 اکتبر خود ضمن محکوم کردن سفر شماری از افراد پارلمان اروپا به ایران از ریاست پارلمان اروپا خواست از سفر آنها جلوگیری کند و اجازه ندهد با حمایت از بی‌رحمانه ترین دیکتاتوری معاصر حیثیت و اعتبار پارلمان اروپا را مخدوش کنند. این اطلاعیه خاطرنشان ساخت که این رژیم از این دیدارها تنها برای تشدید سرکوب، ادامه پروژه شوم تولید سلاح اتمی و صدور تروریسم و بنیادگرایی سود خواهد جست. در همین رابطه توماری برای متوقف کردن سفر این گروه به ایران تهیه شده و همچنین یک طوفان توییتر نیز از روز 19 اکتبر از طریق شبکه اجتماعی توییتر راه اندازی شده است که تا روز 31 اکتبر همه روزه سر ساعت 15 به وقت واشنگتن آغاز می شود. فعالیت‌های اتمی رژیم در سایت‌های فوردو و پارچین شتاب گرفته است. خبرگزاری رویتر گزارش داد که دیپلمات‌های غربی بر این باورند که رژیم ایران توانمندی‌های خود را در زمینه غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو افزایش داده است. یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز چهارشنبه طی سخنرانی در انگلستان گفت که اطلاعات به دست آمده از ماهواره‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌های شدیدی در پارچین در جریان است. رویتر افزود که به اعتقاد یک دیپلمات غربی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رژیم ایران نصب سانتریفیوژها در تأسیسات فوردو را ادامه می‌دهد، در صورتی که این ادعای دیپلمات غربی در گزارش آتی آژانس در نیمه نوامبر آینده ذکر شود نشان خواهد داد که رژیم تهران در روندی مداوم در حال تکمیل فرایند نصب سانتریفیوژها در تأسیسات فوردو است. از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس بروکسل رژیم ایران را تهدید کردند که اگر برنامه اتمی مناقشه برانگیز خود را ادامه دهد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را شدیدتر خواهند کرد. این در حالی که اتحادیه اروپا در هفته جاری 15 اکتبر تحریم‌های تازه‌ای را علیه رژیم ایران تصویب کرد. دور تازه تحریم‌ها شرکت ملی نفت ایران و 25 شرکت وابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را نیز در لیست تحریم‌ها قرار داد. رژیم 3 زندانی را در زاهدان به دار آویخت. به نقل از خبرگزاری حکومتی فارس وابسته به سپاه پاسداران، این 3 قربانی بلوچ به جرم محاربه امروز 30 مهر ماه حلق آویز شدند. این 3 تن عبدالجلیل کهرازهی، یحیی چاریزهی و عبدالباسط ریگی معرفی شدند. در خبر دیگر عفو بین‌الملل در یک اقدام فوری خواستار توقف اعدام سعید صدیقی شد. سازمان عفو بین‌الملل اعدام این زندانی را قریب الوقوع دانست و اعلام کرد نگرانی‌هایی وجود دارند که سعید صدیقی ممکن است هر لحظه اعدام شود. لازم ذکر است که در روز 10 اکتبر برابر با 19 مهر ماه سعید صدیقی از زندان قزل حصار برای اعدام به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شده بود.
بیش از 50 تن از خانواده‌های محکومین به اعدام در مقابل بیت رهبری تجمع کردند. خبرگزاری هرانا 29 مهر گزارش داد که برای چهارمین بار بیش از 50 تن از خانواده‌های زندانیان محکوم به مرگ در مقابل بیت رهبری در خیابان پاستور تجمع نمودند و خواهان لغو مجازات اعدام بستگان خود شدند. پیشتر در تاریخ 12، 19 و 26 مهر ماه جمعی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در تجمعی در همین مکان خواهان لغو مجازات اعدام بستگان خود شده بودند. خانواده های دانش آموزان کشته شده بروجنی دست به تجمع اعتراضی زدند. سایت هرانا خبر داد که در پی واژگون شدن اتوبوس حامل دانش آموزانی که به صورت اجباری به مناطق جنگ زده برده شده بودند، با مرگ 26 تن از سرنشینان آن، فضای شهر بروجن به شدت امنیتی شد و خانواده های قربانیان در مقابل دفتر سپاه شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس راهیان نور در محور ایزه شهر کرد، 26 تن از سرنشینان آن کشته و 18 تن زخمی شدند. مسافران این اتوبوس دانش آموزان دختر در مقطع دوم دبیرستان و اهل شهرستان بروجن بودند که در مسیر بازگشت از منطقه دچار حادثه شدند. این منبع اضافه کرد که شرکت در این اردو برای دانش آموزان اجباری و دارای 8 نمره درس دفاعی بوده است. به گزارش یک شاهد، شب حادثه خانواده‌های داغدار به همراه مردم شهر در مقابل دفتر سپاه شهر بروجن تجمع کردند که ماموران امنیتی خانواده‌های کشته شدگان را به داخل ساختمان بردن. به نقل از این منبع، هیچ یک از خانواده‌ها از محتوای گفتگوی ماموران امنیتی با آنها حرفی نمی‌زند. سخنگوی پلیس مرزبانی منطقه شرقی عربستان سعودی اعلام کرد که 15 ایرانی هنگام تلاش برای ورود قاچاقی به عربستان بازداشت شدند. برخی رسانه‌های حکومتی از جمله سایت حکومتی مشرق مدعی شدند که دستگیر شدگان افراد فقیری بودند که قصد داشتند از طریق ورود قاچاقی به عربستان به زیارت مکه بروند. کلیه شبکه‌های تلویزیونی رژیم ایران بر روی ماهواره هاتبرد قطع شدند. از بامداد دوشنبه 24 مهر ماه برابر با 15 اکتبر پخش کلیه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی رژیم ایران بر روی ماهواره هاتبرد قطع شدند. 19 کانال تلویزیونی و رادیویی شامل شبکه خبر، شبکه‌های جامعه جمع 1 و 2، تلویزیون انگلیسی زبان رژیم به نام پرس تیوی و شبکه‌های عربی و کردی العالم، سحر و الکوثر تماماً قطع شده و دیگر قابل دریافت نیستند. قبل از قطع این برنامه‌ها رژیم به طور ناگهانی در شبکه العالم اعلام کرد شرکت یوتلسات، شرکت سرویس دهنده پخش ماهواره هاتبرد را تحت فشار قرار داده است تا از روز دوشنبه 15 اکتبر از ارائه سرویس به بسته شبکه‌های ماهواره برون‌مرزی جمهوری اسلامی خودداری کنند. مقامات ریز و درشت رژیم در واکنش به قطع شبکه‌های حکومتی بر روی ماهواره هاتبرد از سانسور صدای حق سخن می‌گویند. این در حالی است که ماموران حکومتی سال‌ها به جمع‌آوری دیشای مردم برای پشت بام‌ها مشغولند و رژیم بر روی شبکه‌های ایرانی ضد نظام از جمله سیمای آزادی در ایران به طور مرتب پارازیت پخش می‌کرده است. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود را با ایمیل radioirawa@yahoo.com، شماره تلفن 1-206-203-0313 و یا از طریق صفحه فیسبوک ایراوا با ما در میان بگذارید. برای دسترسی به آرشیو ایراوا نیز لطفاً به وبسایت radioirawa.com و یا مردم‌تیوی.com مراجعه بفرمایید. گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم. تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود. ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا و ردی با پیش یارم. سر دار بکن دم آبادم. ای یار برو ناله و زاری تا کی، دیوانه نشو گله گذاری تا کی. دیوانه نیم بر لب من جون آمد، فریاد که دل برم پشیمان آمد. یار
پاشیده ای تخم بی قراری در من. در من تراشی داری بابا نوهی لدل خراشی داری، برگرد و نرو یا و دم سازم شب، بینشین دمک همدم و همرازم شب، بینشین دمک همدم و همرازم شب. ترانه رو که با هم شنیدیم یک ترانه افغانی بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بار دیگر مارتین کوبلر نماینده دبیرکل ملل متحد درباره اشرف در صدر خبرهای مربوط به ساکنین اشرف و لیبرتی قرار گرفته است و نقشه‌های شوم او که اخیراً با دانایی فر سرکرده نیروی تروریستی قدس و سفیر رژیم در عراق ملاقات داشته موضوع گفتگوی این هفته رادیوی ایراب است. در روز ششم مهر ماه و پس از افشاگری آقای طاهر بومدرا مشاور ویژه یونامی درباره اشرف با دکتر سینا دشتی در این مورد گفتگویی داشتم که به دلیل مطرح شدن دوباره مقاصد شوم کوبلر در مورد ساکنین اشرف و اینک لیبرتی پخش این گفتگو رو بی‌مناسبت ندیدم. در معرفی دکتر سینا دشتی باید گفت که ایشان از پناهندگان سیاسی است که نزدیک به 30 سال است در تبعید زندگی می‌کند و در جهت افشای رژیم و در کنار مبارزات مردم ایران فعالیت دارد. به تحصیلات خود را در رشته پزشکی در سوئد به پایان برده که نتیجه آن کسب دو تخصص در بیماری‌های عفونی و پزشک خانواده می‌باشد. از وی مقالات متعددی در سایت همبستگی ملی نیز انتشار یافته است. اینک توجه شما را به گفتگوی رادیوی ایراوا با آقای سینا دشتی جلب میکنم. با سلام خدمت شما آقای سینا دشتی، خیلی خوش اومدید به رادیو ایراوا و متشکرم که دعوت به این گفتگو رو پذیرفتید. از شما تشکر میکنم که لطف کردید و دعوت کردید و خیلی سلام ویژه دارم خدمت به شنوندگان گرامی شما. خواهش میکنم. آقا دشتی، مدتی است ما با اسم آقای طاهر بومدرا مواجه میشیم در سایت‌های انگلیسی، حتی سایت‌های آمریکایی و سایت‌های ایرانی و در رسانه‌های معتبر آمریکایی و ایرانی اسمشون زیاد تکرار میشه و ما زیاد اسمشون رو میشنویم. البته دلیل این مطرح شدن اسمشون افشاگری‌هایی است که ایشون انجام دادن، ولی قبل از این که ما به افشاگری های ایشون بپردازیم خواهش میکنم بفرمایید که آقای بومدرا اصلا کی هستن و چه سمتی داشتن در سازمان ملل؟ آقای بومدرا، طاهر بومدرا، اهل الجزایر هست. بله. و ایشون در یک خانواده مبارز در انقلاب الجزایر به دنیا آمدند که پدرشون و عموهاشون در دهه 1950 میلادی به شهادت رسیدن برای استقلال الجزیره. در سال 1980 از دانشگاه حقوق لندن فارغ التحصیل شدند و 10 سال استاد حقوق در دانشگاه کنستانتین الجزایر بودند. ایشون در سال 1991 معاون دبیرکل جامعه افریقایی حقوق بین‌الملل و حقوق مقایسه‌ای بودند و در همین رابطه ارتباطات گسترده‌ای رو داشتن با کشورهای آفریقایی و سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشری در این کشورهای آفریقایی. همچنین مشاور کمیسیون آفریقایی حقوق انسانی و مردمی بودن در این مدت. در سال 2004 مدیر منطقه رفرم حقوق جزای بین‌المللی رو به عهده گرفتن که در اردن مستقر بود، که تلاششون بود که رفرمای در وضعیت حقوق جزا و وضعیت زندان‌ها ایجاد کنن. ایشون از ژانویه 2009 رئیس اداره حقوق بشر هیئت همیاری ملل متحد در عراق، چیزی که ما بهش میگیم یونامی، بودن و از همون مارس 2009 مسئولیت نظارت بر پرونده اشرف رو به عهده داشتن و از ژوئیه 2010 به عنوان مشاور نماینده ویژه دبیرکل در اشرف منصوب شدند. آقای بومدرا، در رابطه با وضعیت ساکنین اشرف و کمپ لیبرتی افشاگری داشتن. این افشاگری ها چی بودن آقای دشتی؟ ایشون در چند مقاله و یک استشهادی در کنگره امریکا و مقاله در
که اولین بار در گزارشنامه هیل که در نشریه کنگره امریکاست چاپ شد، ایشون به چند نکته اعتراض کردند که تاکید میکردن این نکات بیشتر از دوران که مارتین کوپلر به عنوان نماینده ویژه ملل متحد در یونانی و سرپرست یونانی در عراق بودن شدت گرفته و گفتن که گزارش های طاهر بومادا در مورد اشرف و لیبرتی تحریف و سانسور شدن، هرگز دست به دست دبیرکل ملل متحد نرسیده، حقوق بشر بنیادین این ساکنین اشرف مثل شرط زندگی انسانی، دسترسی به عدالت، تامین نیازهای بشر دوستانه، مهیا کردن خدمات پزشکی برای افراد مجروح و بیمار و مسئولیت از تهدید فیزیکی نقض شده. و ایشون گفتن که من از کسایی بودم که از افراد کشته شده در حمله آوریل 2011 که منجر به قتل 36 نفر و مجروح شدن 100 نفر شد سرشماری کردم و تلاش های زیادی کردن که در چارچوب اصولی که ایشون معتقد بودن اصول ملل متحد هست، پرونده اشرف و ساکرین اشرف رو در چارچوب یونامی پیش ببرن، ولی به این اعتقاد رسیدن که آقای کوپلر این ساختار ملل متحد رو به طور دربست در اختیار دفتر نخست وزیری عراق و شخص نوری مالکی قرار داده بوده و این تناقضی بود که باعث شد که ایشون در چند ماه گذشته استعفا بدن از کارشون و مسئولیتشون. آقای دشتی، هدف آقای بومدرا از افشاگری این موارد که شما بهش اشاره کردین چی بوده؟ چی رو میخواستن ثابت کنن؟ والا تا اونجایی که من میتونم قضاوت کنم به نظر میاد که آقای بومدرا یک حقوقدان معتقد به پایه‌ها و اصول اساسی قانون بین‌الملل هستن که اعتقادات بسیار مستحکم رو در رابطه با وضعیت و وظیفه ملل متحد و ارزش‌های بنیادی ملل متحد در نظرشون بوده، در مسیر اجراش حرکت می‌کردند و این تناقض بین اعمال آقای کوپلر و تسلیم مطلق ایشون به خواستای نخست وزیری عراق نوری مالکی و حتی سفارت ایران باعث شده که این تناقض رو این آقای بومدرا نتونستن به عنوان یک فرد حمل کنن و در یک جایی به خاطر شرافت حقوقی، شرافت کاری و ارزشایی که بهش معتقد بودن مجبور و به ترک کارشون شدن و این خب خیلی چیز بسیار مهمیه، چون در گزارش دبیر کل بان کی‌مون در دسامبر 2010 از آقای بومدرا یاد میشه که و از تلاشایشون تشکر میکنه بان کی‌مون که دیدارهای مرتبشون از اشرف در مطلع کردن ملل متحد از تحولات و نظارت بر صحت و سلامت ساکنان اشرف مفید بود است. این نقل قول از گفتی که برای بان کی‌مون برای آقای بومدرا داشتن. وقتی فرد در این موضع در واقعیت، در صحنه واقعیت روبرو میشه با سیاستی که اساساً خاص و نیت رژیم ضد بشری ایران بوده، خب علی‌القاعده هر انسانی به خاطر مثلا وجود انسانی خودش به تناقض با این سیستم خواهد رسید. البته خب از اینکه آقای بومدرا انسان شریفی است شکی توش نیست، چون با اطلاعاتی که در دست گذاشتن خب اون شرافت کاری و شرافت انسانی خودشون ثابت کردن. در این حال آدم‌های شریف و انسان‌های آگاه و شریف در دنیا کم نیستن آقای دشتی، ولی واقعا من تعجبم اینه که چطور ایشون اینقدر پوشش خبری گرفتن و حتی توی جلسه استماع کنگره اونجا به سوالات پاسخ میدادن. نظر شما چیه؟ اون چیزی که خیلی مهمه که ببینیم که ایشون موضع شغلش چی بوده. ایشون مسئول پرونده اشرف به مدت 3 سال در یونامی بودن. یعنی
اگر کسانی بحث میکردن در مورد مسئله وضعیت نابهنجار کمپ لیبرتی، اگر کسانی انتقاد داشتند اساساً به سیاست بی خانمانسازی مجاهدین اشرف که نوری مالکی بر اون تاکید داشت با استفاده از دستورایی که از رژیم ایران بهش می‌رسیده، اگر کسایی معترض بودن در سطح بین‌المللی چه در اروپا چه در امریکا، خب یه سری مقامات میتونستن این، یا سیاستمدارایی که دستن در کار بودن میتونستن این اعتراضات رو واریز کنن به حسابی که این اعتراضات از ناحیه مقاومت ایران سرچشمه گرفته، ولی بومدرا مسئول این سیستم بوده، عضو توی این سیستم یونانی بوده، مسئول پرونده حقوق بشر بوده، شهادتش یک شهادت دست اوله، چیزی نیست که به سادگی بشه اونو رفع و رجوع کرد، و اینکه در کنار اون عمق حزیزی که کوپلر در اون گرفتار شده بود و دناعت ویژه‌ای که در مورد مجاهدین اشرف انجام شد تحت عنوان ملل متحد، تحت عنوان قرارداد یا متن توافقنامه تفاهمنامه بین دولت عراق و ملل متحد، اینقدر این در تناقض با حقوق بشر و ارزش‌های بنیادی ملل متحد قرار داره که خب به طبع اعتراض خیلی زیادی و توجه خیلی زیادی رو برمی‌انگیزه وقتی یه نفر که خودش در این سیستم بوده میاد به عنوان نفر دست اول شهادت میده و میگه که مثلا آقای کوپلر داشته با فوتوشاپ تصاویر رو از لیبرتی ایجاد میکرده که جامعه بین‌المللی، ملل متحد و مجاهدین اشرف رو بفریبه و تصویر غیر واقعی ارائه بده. خب از این زاویه است که این افشاگری ها وزن و اهمیت خاص خودشونو داره. آقای بومدرا یک جای دیگری در جلسه استماع کنگره آمریکا میگه که سازمان ملل با این پرونده برخلاف اصل بنیادین براءت برخورد کرده است. ما با این پرونده، من البته میگویم ما و خودم را نیز شامل میکنم زیرا که من نفر اصلی در این پرونده بودم، با عدم حسنیت برخورد کردیم و ما فرض را بر گناهکار بودن گذاشتیم و ما از این افراد انتظار داشتیم بیگناهی خود را ثابت کنند. منظورش ساکنین اشرف هست از آنها، و اضافه میکنه که این در اساس علیه ارزش‌های بنیادین سازمان ملل است. خب این تناقض به وجود میاره آقای دشتی، اگر که ارزش‌های بنیادین سازمان ملل اینها نیستند و افراد بیگناهند مگر اینکه ثابت بشه گناهکار هستند، چرا این رویه در قبال ساکنین اشرف انجام گرفت و آقای کوبلر پرچمدار این رویه بود؟ امان از این دنیا و صاحبان قدرت که چقدر ایدئال‌های بشری رو تا اونجا که منافعشون تامین میشه میتاوزن. وقتی منافع در خطر قرار بگیره، بحث‌های قانونی هم به تبع اون دچار کشیدن به مرزهای ناآشنایی و بیگانگی میرسه. خب من که نمیتونم جواب بدم چرا ملل متحد این کارو کرده، ولی خب بحث خیلی ساده است. یک نیروی مستقلی در منطقه بسیار حساس استراتژیکی و ژئوپلیتیکی خواستار یک استقلال و آزادی برای مردم ایران هست که اگر که معادلش رو بخوایم از این بر یادمون بیاد و تذکری بدم، اگر یادتون باشه در موارد اتهام خانم مریم رجوی وقتی که پلیس فرانسه وارد اون کودتای 17 ژوئن شد، یکی از موارد تام تلاش مجاهدین برای برهم زدن تعادل ژئوپلیتیک منطقه بود. خب در این چارچوبای سیاست‌های کلان به تبع آنچه که به جایی نرسد فریاد است. فقط شما باید توجه داشته باشید که چه نیرویه، چه مقاومتی، چه سازمانی، چه رهبری، چه هوشیاری سیاسی، چه توان تاکتیکی که میتونه در این دنیای وانفسا حق خودش رو از دهان گرگ بیرون بکشه.
البته هنوزم تمام حق اعاده نشده، هنوزم تمام حق پرداخت نشده، چون حق حقوق مجاهدین اشرف خیلی بیشتر از ایناست، خیلی بیشتر از ایناست اگه واقعا امور عدالت واقع بینانه بخوایم بریم. ولی حقیقتش اینه که در این چارچوب موجود به تبع ملل متحد در چارچوب سیاست‌هایی که حاکم بوده بر دولت امریکا و حاکم بر سازش و مماشات این دولت با رژیم ایران و تابعی از این سیاست بزرگ، خب اینا با مجاهدین اشرف تنظیمای ویژه خودشون میکردن. ولی از اون بعد باید توجه داشته باشیم که مقاومت ایران اینقدر یک پرونده پاک و اصولی و قابل دفاع داره که در کوچکترین بررسی عادلانه قضایی رأی به سمت مقاومت ایران صادر میشه در هر دادگاهی، حتی در خود عراق. حتی در خود عراق مجاهدین به دادگاه رفتن و دادگاه اونا رو از اون اتهامایی که برشون ساخته بودن براءت داد. یعنی این رو میخوام در این در کنار وجه تیره سیاست مماشات، روشنی پرونده مقاومت رو هیچ وقت از یاد نبریم. اون مهم بوده، این پایه قضیه بوده که یک حقوقدان تکنوکراتی که در یک سیستم عظیمی مثل سیستم ملل متحد یک کاریر داشته، یک امکانات شغلی داشته، سالها کار کرده و احتمالاً حتی یک آینده بسیار روشنی هم داشته، اون این حقوقدان رو در انتخاب، در معرض انتخاب قرار میده که اون تاریخچه حقوقی شغلش رو بذاره کنار و به یک شورشی در یک سیستم تبدیل بشه. این واقعا بسیار نکته آموزنده‌ای برای همه ما هست. ولی خب از نظر دیگه ما با مارتین کوبلر هم برخورد داریم آقای دشتی. ایشون هم در سازمان ملل نماینده بانکیمون هستن در رابطه با وضعیت ساکنین اشرف و واقعا این سوال به وجود میاد که مطمئنن که برخورد و موضع‌گیری کوبلر و کارهایی که انجام داده علیه ساکنین اشرف خب مسلماً موضع سازمان ملل نیست. اما آیا اشکال کار کجا هست؟ آیا این اشکال از واقعا بیدرپیکر شدن سازمان ملل بعد 67 سال که از تأسیسش میگذره هست، یا اینکه کوبلر از نفوذ به خصوصی برخوردار هست و دستای پنهانی در کار هست؟ مشکل کجاست؟ حالا شما اول ببینید سازمان ملل تحلیل کنید، سازمان ملل چی هست، یعنی چی ارگانی هست. سازمان ملل یک ارگانی است که توسط نیروهای پیروز در جنگ جهانی دوم تأسیس شد برای یک تعادل سیاسی و تنظیمات سیاسی بعد از صحنه شکست فاشیسم و از بین رفتن آلمان هیتلر. یک جریانی است که ساختارهای دولتی ویژه خاص خودش داره، یعنی آدم نباید به مثابه یک کعبه آمال به این سازمان نگاه کنه، این یک تاریخچه خاص خودش داره، یه ارگان‌های ویژه‌ای داره، یک تعادل‌های ویژه‌ای رو می‌خواد حفظ کنه در سطح جهان. حالا این تعادل‌ها آیا از منظر یک فعال سیاسی مطلوب هست یا مطلوب نیست، جای بحث ملل متحد نیست. اونا می‌خوان تعادل همیشه حفظ کنن، اصلا خط اصلیشون اینه. اینکه چرا کوپلر میاد یا اگر کوپلر نمیاد کسی دیگه میاد، خب این کوپلر سفیر سابق آلمان توی عراق بوده. چند نفر از نماینده‌های ویژه دبیرکل ملل متحد در عراق با خواستهای نوری مالکی مخالفت داشتند و این کنش و واکنش های بین یونامی و دفتر نخست وزیر نوری مالکی باعث خیلی ایجاد تنش شده بود. حتی وقتی که انتخابات عراق انجام گرفت و العراقیه 91 کرسی در پارلمان کسب کرد و دستگاه مالکی 89 تا و مالکی خواستار شمارش مجدد آرا توسط ملل متحد شد، نماینده ویژه دبیرکل در اون موقع از انتخابات دفاع کرد و گفت که همچین خواستی چندان قابل پذیرش نیست. این باعث رنجش مالکی شد و مالکی گفت که من هیچ نماینده اینو دیگه نمیخوام که توی عراق باشه. بعد که آقای کوپلر به این سمت اومدن، حالا چجوری چه سیستمای پشتیم بوده من نمیدونم، ولی واقعیت از اینه که آقای کوپلر از روز اول هر چیزی رو که
استاد ازل گفت بگو میگفته، هر چیزی که دفتر نخست وزیری میگفته در ارتباط با اشرف آقای کوپر اجرا میکرده. و این خب از حالا ضعف‌های سیستم ملل متحده، چون دبیرکل بارها بر تاکید کرده بودن بر رعایت حقوق انسانی ساکنان اشرف، و آقای کوپر هم بارها در قراردادهای اولیه یک متن رو می‌نوشتن و در عمل یه چیز دیگر اجرا می‌کردن. این دیگه حالا فکر نکنم بیشتر خصال شخصی کوپلر بوده، گرچه اونا تأثیر میذاره، ولی بیشتر ناشی از یک سیاست عمده است. سیاست عمده‌ای که خواستش در هم شکستن مقاومت مجاهدین اشرف بوده. خب این سیاست از کجا سرچشمه میگیره آقای دشتی؟ از صاحبان قدرت سیاست. سیاست این که قدرت کی در دستشه، بگردید آدرس اونجا پیدا میکنید با خیال راحت در منطقه عراق و رژیم و امریکا. من و شما چندان قدرتی نداریم متاسفانه. اسم سیاست مماشات رو هم زیاد شنیدیم تو این چند سال آقای دشتی، و سیاست مماشاتی که از زشت‌ترین کارهایی بوده که تاله میشده انجام بدی در رابطه با رژیم ایران و نادیده گرفتن حقوق مبارزان ایرانی و حقوق مردمی که در داخل کشور هستن و مبارزینی که در خارج کشور هستن. آیا این سیاست های کوبلر و سرکوب ساکنین اشرف توسط اون، و کلن بذارین خلاصه بگم دشمنی کوبلر با ساکنین اشرف، این ربطی به سیاست مماشات داره؟ این یک وجه بسیار روشن و آشکار از اون سیاست. بین سیاست های ما، من نمیخوام در تو با سیاست مقوله اخلاقی بحث کنم، بحث مورال، اخلاقیات و سیاست پالیتیکی بحث جدایه. حقیقتش اینه که این دوستان وقتی که در یک شرایطی نسبت به همدیگه گیر میکردن، از قتل عام میلیونی همدیگه هم دریغ نداشتن. این صاحبان سیاست در اروپا، جنگ جهانی دوم در جلو چشم است. همون موقع که هیتلر مشغول کشتار بود در اروپا، کسانی بودن و نیروهای بسیار قوی بودن، نیروهای اصلا ضعیفی نبودن، در فرانسه، در انگلیس که خواستار سازش با هیتلر بودن. یعنی عقبه تاریخی و اجتماعی و طبقاتی اون افراد و اون طبقات و اون جریانات خب به طبع در شرایط فعلی هم خواستای ویژه خودشون دارن. کسانی که مدافع منافع شرکت های مثل توتال هستن، مدافع تجارت های عمده با نفت ایران، با بازار ایران، با چیز هستن، کسایی که به طور سنتی از نیروهای ارتجاعی در ایران حمایت کردن، خب به طب یک نیروی آزادی خواه و مستقل رو بر نمیتابن. حالا این نیروی مستقل هرچی میخواد اسمش رو باشه، اصلا بحثی نیست. مهم اینه که اون نیروی مستقل و آزادی خواه توان اینو داشته باشه که در این جنگل از خودش دفاع کنه، از پرنسیپاش دفاع کنه، از بقای خودش دفاع کنه. و شاید بتونم بگم معجزه این مقاومت اینه که هنوز قدرتمند و باقی است. بعضی مثلا میگن مقاومت دستاوردش چی بوده تو این 30 سال؟ رژیم که هنوز سر پاش جاش است. میگه بابا در شرایطی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد، در شرایطی که یک جهان یک قطبی بود، و اون جهان یک قطبی از زمان ریگان، نه از الانش، نه از کلینتون، از زمان ریگان دنبال سازش با حکومت آخوندا بود، چجوری یک مقاومت تونسته اصلا بقای خودش رو حفظ کنه؟ این خودش واقعا یک معجزه است، یک هنره، یک دستاورد بزرگ با حفظ پرنسپای سیاسیش. الان هم همینو ببینید واقعا ما چند روز گذشته شاهد یک تغییر صحنه‌ای بودیم که هنوز شاید خودمون متوجه نشیم چقدر عظیمه. یعنی ما در آستانه ورود به یک دنیای قرار داریم که انگار که مثلا یک جنی از رحم میاد بیرون، نمیفهمه چه خبره است. میخوایم برگردیم بگیم یاد روزای خوش در لیست بودن به خیر، چون اینقدر ما وارد یک دنیای عجیبی خواهیم شد که خود منم نمیخوام به اصطلاح حالت پیشبینی بگم، این حالت واقع بینانه است. شرایط عوض شده، یک مجموعه پارامترهای جدی عوض شدن، یک سیاستی که از سال 1980 از بعد از کنفرانس ریندنبرگ آلمان که ریگان و آلمان و اینا به همون موقع نشستن و پذیرفتن که با رژیم خمینی اون موقع کنار بیان و راه ندن به آلترناتیوش، هنوز این سیاست همیشه در این تمام سال هست. سیاست
غالب و حاکم بوده، الان اون سیاست داره میشکنه، زیر فشار واقعیات میشکنه، نه اینکه سیاستمدار اروپایی امریکایی بیشتر دچار اخلاقیات شدن، الان مقوله اخلاقیات برشون اهمیت خاصی پیدا کرده، نه، واقعیت صحنه بهشون ایراد اجبار کرده که دیگه تا چه حدی میتونن وارد مماشات بشن. یک جایی یک بنبستی رو نمیشه بیش از حد سرش کوبید که شاید بشکنه، و این البته باهای اصلیش رو مردم ایران و مقاومت ایران دادن تو این سالها. جناب دشتی، خواسته کوبلر از این همه اعمال فشار به ساکنین اشرف چی بود؟ والا به نظر من کوبلر یا کسی که بهش دستور میدادن، یا به نظر من بیشتر کسی که بهش دستور میدادن، خواست عمدهشون این بوده که مقاومت ایران پرنسیپای سیاسیش رو زیر پا بذاره، به یک نیروی منفعل تبدیل بشه، یک نیروی چند پاره، نیرویی که در آینده ایران تأثیر جدی نخواهد گذاشت. این خواست اهریمنی و شوم آقای کوبلر و شرکا یا رؤساش بوده. ببینید، یک ایران مستقل و دموکراتیک در شرایط فعلی منطقه، اگر یک لحظه تصور کنیم، یک لحظه فرض ذهنی که برای تمرین ذهنی، اگر فرض کنیم در شرایط فعلی ما یک حکومت نیمچه دموکراتیکی در ایران بود، آیا مردم سوریه این بها رو الان میدادن برای انقلاب خودشون؟ آیا مردم عراق اینجوری قتل عام میشدن برای زندگی روزمره خودشون؟ آیا در افغانستان این وضعیت رو داشتن مردم؟ یه سوال خیلی ساده است. یه حکومت، من نمیگم اصلا دموکراتیکی انقلابیه، مثلا سوپر ایدئالی که آدم بگه، نه، من میگم اگر فرض کنیم، حتی من میگم در حد دولت بازرگان، حتی اگر دولت بازرگان تو ایران بود به مساوی قدرت واقعی، نه که دستبازه خمینی بود، آیا واقعا مردم منطقه ما این بلاها به سرشون میمد؟ خب بالاخره چه فرقی میکنه مردم افغانستان، سوریه، عراق، اینه از یک خونیم، ما از یک منطقه ایم، از یک نهادیم. آقای دشتی، آقای بومدرا در جلسه استماع کنگره آمریکا، من روی این تاکید میکنم چون به نظرم خیلی اقدام خیلی خیلی مهمی بود و به خاطر همین سال دوم رو از همون جلسه گرفتم، ایشون میگه که وقتی ما میگوییم مقامات عراقی یک تعبیر عام است، زیرا در عمل تمامیت این پرونده توسط دفتر نخست وزیری اداره میشود. ایشون اشاره میکنه به نفوذ مالکی در روند پرونده حقوق بشری مجاهدین که تا چه اندازه چشمگیر بوده. شما چی فکر میکنید نفوذ نوری مالکی چقدر توی مسئله نقش داشته؟ اگر که به شما به اون استشهادشون دقت کنید، حتی میگه در وضعیت سفارت ایران، به این خیلی به طور محتاطانه این کلمه رو میذاره توی نقل قولش که حتی سفارت ایران، چون چیزی که واقعیه اینه که پرونده حضور مجاهدین در عراق توسط دانایی فر کنترل میشه و دفتر نخست وزیر عراق یک وسیله هست، یعنی خودش قائم به ذات نیست، یعنی سیاست رو نمیخواد، نمیتونه، اگر نمیتونه بیشتر از این کشتار کنه چون زورش نمیرسه، اگر نمیتونه بیشتر از این فشار بیاره چون زورش نمیرسه، ولی خط نهایی و کلی رو از طرف ولایت فقیه اینا میگیرن. و اینی که میگه در دولت نبود این قضیه، این در دفتر نخست وزیری بود، دفتر نخست وزیری عراق، یعنی که یعنی یک محیط بسته ای که دانایی فرد داشته کنترل میکرده، یا زمان قاسم سلیمان یا این سپاه قدس. و این خب بیشتر از هر چیزی ثابت میکنه که در نهایت اون نیرویی که خواستار نابودی مجاهدین رژیم است، نه چیز دیگه. و این یک شهادت بسیار مهمیه در این رابطه. یه سوال دیگه به وجود میاد آقای دشتی، و اون طرز تفکر کوبلر هست و این کارهایی که انجام داده، چون واقعا با عقل سلیم جور در نمیاد. این همه محدودیت برای ساکنین اشرف ایشون ایجاد کرد تو این مدت، این همه دروغ پردازی کرد، این گونه کلک و فریب داد خیلی ها رو، آیا ایشون فکر میکرد سود میبره از این جریان، یا اینکه همینطوری تیری انداخت در هوا، گفت اگر خورد خورد، نخورد نخورد؟ والا
من روانشناس نیستم و کوپرم بیمار من نیست من ایشونو تجدید تحلیل روانی کرده باشم، ولی به نظر من همیشه تن دادن به منافع حقیر دیکتاتوری مثل ولایت فقیه در ذهن یک انسان آزادی خواه به مثابه یک عمل غیر عقلانی تصور پیش بود. آخه مگر تاریخ رو نخوندید؟ مگر از درس نگرفتید؟ مگر میشه؟ خب به قول موقع دهه 70 که ما جسه کتابای انقلابی میخوندیم، جنرال جیاب همیشه میگفت بعضیا کودن‌ترین شاگردای تاریخ هستن، هیچی وقت چیز خوب یاد نمیگیرن. حالا شاید هم آقای کوپر جزو همون قشر باشه. نمیدونم آقای دشتی، متشکرم از توضیحاتی که دادید و شرکتتون در این گفتگو. براتون آرزوی پیروزی و شادی دارم. بسیار ممنون که وقت دادین و آرزوی موفقیت برای تلاشای خسته ناپذیر شما در کانادا و امید بهروزی مردم ایران و آزادی هرچه سریعتر مردم ایران. خیلی ممنون. آنچه شنیدید گفتگوی ایراوا با دکتر سینا دشتی بود. برای شنیدن این مصاحبه و مصاحبه‌های دیگر ایراوا لطفاً به وبسایت radioirawa.com مراجعه بفرمایید. در همینجا بخش فارسی ایراوا به پایان میرسه. از شما شنوندگان عزیز و محترم سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا چند لحظه دیگه توجه شما رو به بخش انگلیسی رادیو ایراوا جلب میکنم. Afternoon and welcome to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM. My name is Nargis and today is Sunday, October 21st, 2012 and here is the news. On October 18, 2012, human rights and democracy activists reported that the Iranian regime Ministry of Intelligence forces arrested a number of youths and family members of political prisoners, including Babak Saran, son of Amir Hussein Hishmat Saran, and three others, Mehdi Samadi, Human Armandi, and Vahid Barghi, and transferred them to Evin prison. The report also indicated that Nigar Ha'iri, the daughter of political prisoner Mashallah Ha'iri, was arrested by the Ministry of Intelligence henchmen and transferred to Evin. Mashallah Ha'iri was arrested while in prison for visiting his relatives in Camp Ashraf in Iraq. He's been sentenced to 15 years imprisonment. Another political prisoner, Ali Moezi, has transferred to solitary cells of Section 240 of the Evin prison for refusing to take part in a trial presided by Salah. Ali Moezi is 63 years old and is one of the political prisoners of the 1980s in Iran. He was arrested in November 2009 just for visiting his two children in Camp Ashraf and sentenced to 2 years in prison. In June 2011, after a surgery, he was re-arrested on the charge of participating in a funeral of Mohsen Dughmechi, a MEK member who was tortured and killed by refusing him medical treatment in prison. Ali Moezi suffers from cancer, kidney diseases, and severe arthritis, but he has been refused any medical treatment. As the planned trip of 5 European parliamentarians to Iran became public, the Iranian resistance condemned it and asked European Parliament President to prevent their visit and not to allow them to distort EP's prestige and credit by supporting the most ruthless contemporary dictatorship. The motivation behind such a visit is neither a delusion about the mullah's regime's capacity to become moderate, nor even due to appeasement policy in general. But before anything else, the incentive is certain personal party or business interests aimed
at painting a pretty picture of religious fascism that is adding to killing Iranian people, is deeply involved in massacre of people in Syria, Iraq, Lebanon, and Palestine, and is doing its utmost to achieve nuclear bomb. The NCRI added in its statement dated October 19 that through such visits, these individuals and their behind-the-scenes circles vainly attempt to prevent definite overthrow of the regime on which they have made immense economic and political investments. On the other hand, the Iranian activists on Twitter started a tweet storm with the hashtag #StopTrip on October 19, which will continue until October 31st daily at 3 p.m. Eastern Time or Washington Time to oppose the EU delegation's trip to Iran. The Iranian resistance welcomed exclusion of the Iranian regime's TV network by a number of satellite service companies and called for the termination of all TV programs of the Iranian regime by all satellite service providers. More than 40 different radio and television programs has been terminated so far. This unprecedented step has infuriated the Iranian regime. The mullahs who are taking satellite dishes off people's roofs in Iran on a daily basis are talking about its freedom of speech being violated. For news and more, please visit radioirawat.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. دلم تنگ پرتقال من، گل پر سبز قلب زار من، منو ببخش از برای تو، هر چی که بخوای میارم. تلو متل نازنین دل، زندگی خوب و مهربونه، غم و شادی کوچیک و بزرگمونه. آهای زمانه، آهای زمانه، این گردون تو کی داره میچرخونه. بودنت هنوز مثل بارونه، مثل قدیما پاک و روونه. از پشت این دیوار بیرم که بگ نمونه، بچین و بچین بسل شیرین، رسمون هنوز ناتمونه. از اینجا به بعد کی میدونه که That's it for this week's edition of Radio Irawa, and thank you very much for being with us on this Sunday afternoon. Please tune into Irawa next Sunday at 3 p.m. on 89.1 FM, chuo.fm or radioirawa.com. Till next week, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom.
پرده نگاری هست، در پرده نگاری هست، می آید و می آید، در راه سواری هست، در راه سواری هست، می آید و می آید. در ساحل فردا هم این شور و تناتم را آرام و قراری هست، می آید و می آید. از بعد زمستان ها، از بعد زمستان ها، آن سوی شفق ما را برخونده بهاری هست، می آید و می آید. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم، وطنم،